رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، روزتون خوش، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. ممنونم، سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من از ایست کوست تماس میگیرم خدمتتون. یه سوال داشتم ازتون و این که میخواستم ببینم شما به من کمک کنید. من حدود 4 ساله اومدم امریکا و بر اساس کاری که انجام میدم و درسی که خوندم، من پرستار هستم و به خاطر نوع پرستاریم توی خانه سالمندان کار میکنم، اسیستنت لیوینگ ریهاب سنتر، اینجور جاها کار میکنم و متاسفانه جدیدن حدود 2 سال هست ترس از آینده دارم شدیدن. اولا شما چند سالتونه عزیز؟ بله آقای دکتر، من 43 سالم هستش و بچه اول یه خانواده 4 نفره هستم. البته از ازدواج اول پدرم تک بچه هستم و بعد مجدد پدرم ازدواج کردن و یه بچه، یه پسر با اختلاف 10 سال سن. خب شما زندگی کودکیتون با توجه به آنچه که میگید همچین ثبات و قراری نداشته، اونم در یه جامعه مانند ایران. بعدم خب البته شغل بسیار حساس و به یک اعتبار همراه با یه مقدار بیم و امید رو دارید. از جانب دیگه اومده توی کشور دیگه که با فرهنگ و زمینه‌های مختلف متفاوتی است که اونم مخصوصا این همه نزدیکی به افراد شناخت خیلی کامل میخواد، هم از فرهنگ و از هم زبان، اونم خب مسئله است. بعدم یه جایی دارید کار میکنید که با موضوع بیماری و مرگ و زندگی همراهه. خب انتظار داشتید که مثلا شما شاد و شنگول باشید؟ نه، کاملا درست میفرمایید، ولی میخوام بدونم که من چطور میتونم آقای دکتر خودم رو کنترل کنم. حالا با بحث زندگی گذشتم. نه حالا اون که گذشته رو ولش کنترل کنید برای چی عزیز؟ شما نگران آینده، نگران چی آینده اید؟ آقای دکتر، شدیداً نگرانی از آینده و از پیری خودم دارم، از اینکه تنها بمونم و شدیداً کار میکنم. خب من بفرمایید چرا صبر کنید عزیز. چرا شما تا به حال تصمیمی در جهت داشتن رابطه چه در ایران چه در اینجا نداشتید که تنها بمونید؟ بله آقای دکتر، من یه بار ازدواج کردم، ایران ازدواج کردم، بعد 2 تا بچه دارم و متاسفانه. نصب کنید، چه نصب کنید؟ بله. چه سنی ازدواج کردی؟ من آقای دکتر 24 سالگی ازدواج کردم. خب بچه ها الان چند سالشونه؟ پسرم دخترم؟ دخترم 20 سالش هست، پسرم 17 سالشه و از سال 2014 دیگه با من زندگی نمی کنم. پدرشون بچه ها رو از من گرفت و برد کانادا و من ارتباط آنچنانی با پسرم که اصلا ارتباط ندارم، با دخترم 1-2 سالی هست که تونستم ارتباط بگیرم و میرم میام دخترم رو میبینم، ولی اونجور ارتباط صمیمانه‌ای نیست. و من بعد از اون ازدواج چند سال پیش، حدوداً 4 سال پیش ازدواج کردم مجدداً با یه آقایی که حدوداً 16 سال از خود من بزرگتر هستن ولی نسبت فامیلی داریم و اینکه زندگی خوبی دارم با ایشون، ولی میگم فقط ترس از تنهایی و آینده و همش کار میکنم آقای دکتر. نه آخه عزیزم، این تکرار نکنید یه سری حرفا رو. ترس از شما، اولا باز به ازدواجی کردید که به سامانی نرسیده، بعد با مسائلی روبرو شدید، از بچه هاتون دور شدید، ولی بعد خوشبختانه خودتون میگید ازدواجی کردید که حالا نسبتاً درش راحت هستید. خب قبول. حالا باز ترس از تنهایی، شما شوهر دارید، برای چی ترس از تنهایی؟ به چه معنی؟ همین اختلاف سنی من با شوهرم. شوهر من الان هست که 60 سالشون هست. همین یکی از ترس‌های زندگی من هست. آخه عزیزم ترس یعنی واقعاً صبر کنید. من قراره بترسم که هلیکوپترایی که از اینجا رد میشن، هم اداره پلیس اینجا نزدیکه و شهرداری هم بزرگترین بیمارستان لس آنجلس به یک اعتبار اینجاست و افراد رو میاره و خب از رو سر آپارتمان یا خانه من هلیکوپتر رد میشه، من باید بترسم ممکن اینا سقوط کنن منو بکشن؟ معنی داره؟ من میترسم بی دلیل؟ شما فکر کنید الان ممکنه برید تو خیابون مثلا کسی با مسلسل شما رو بکشه؟
نه همچین فکر نمی کنم آقای دکتر. از مرگ نمی ترسم، از مرگ اصلا نمی ترسم، چون اینقدر شاهد مرگ بودم که اصلا این برای من یه بدن طبیعی زندگی. نه همچین چیزی اولا خیلی معنایی نداره. حالا یه شعار آفشون یه باورایی داره. خب از مرگ نمی ترسی، از چی می ترسی؟ آقای دکتر از شرایط مثلا پیری، این که برای من یه شرایطی پیش بیاد، چون من خیلی از نظر مالی تو زندگی مرفهی رو ندم، مرفه از نظر من به عنوان میجر من مرفه نیست، یه زندگی طبیعی معمولی رو من باید خودم تلاش کنم و به قول معروف بتونم اون بلنس اون زندگی رو حفظ کنم. برای همین یکی از ترسای من همیشه از اینه که مثلا من وقتی که اینجا ریتایرد بشم من باید چی کار کنم. منظورم رو نمیدونم چجوری برسونم. آخه منظور شما معلومه، شما یه دنیایی رو تصور میکنید که نیست، جهانی رو که پشتش خرابیایی هست، احتمالاً میتونه جنگ و بمبار. عزیز واقع بینانه و عاقلانه نیست. شما برخلاف حرفایی که میزنید یه زندگی از آغاز آشفته ای داشتید، الانم گفتم نوع کار و زندگیتونم در این مسیره. خیلی خب، الان بیاید یه مهارتی پیدا کنید، با توجه به تجربه‌ای که دارید خودتون وارد یه شغل دیگری کنید که با مسئله افراد سالمند و گرفتار و بیمار روبرو نباشید. بنابراین هنوز وقتش هست. بعد شما میترسید از اینکه تنها بشید. خب شما الان هم تنهایی؟ بله الان من تنها هستم، چون هیچ کس رو من ندارم آقای دکتر. خب برای که تصمیم گرفتید نداشته باشید؟ شما حتما میتونید چهار تا دوست داشته باشید که با اینا این ور اونور برید و رابطه ای به تدریج صمیمیتر و عمیق‌تر با اونا پیدا کنید و زندگیتون رو با دوست پر کنید. الان همسر دارید، خب با چهار تا خانواده زن و شوهر در ارتباط باشید. آقا این انتخاب شماست عزیز. این که من برگردم بگم من راه نمیرم، خب تصمیم گرفتم رو صندلیم بشینم، ولی این چیزی نیست که من رو به صندلی چسبونده و من نمیتونم از صندلی جدا بشم. آخه شما اونجایی که حق انتخاب و عمل دارید اونا رو میذارید کنار، بعد فقط یه تصویر و تصوری دارید از این که یه چیزی منم تازه اصلا آمد اصلا من تنها شدید و زندگی الانتون که با وحشت هم راه. اون واقع تنهایی هستن، یعنی شما یه دوست پسر میگیرید، شوهر که دارید پس هیچ، پس هم ایشون هم کافیست. بعد اگر فکر کنید ایشون بزرگترم فوت گرن، خب یه شوهر دیگه، یه مرد دیگه. آقای دکتر به این آسونی هم یه بفرمایی نیست، ولی در دقیقا به همین آسونی هست، دقیقا به همین آسونی هست. اگه بخوای بله میفرمایید. بعد یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. من دوران کودکیم با پدر بزرگ مادر بزرگم زندگی کردم. فکر میکنید این هم میتونه مسبب این فکر از دست دادن باشه؟ معلومه شما تمام مدت نه خودتون پایگاه محکمی داشتید، هر کم تو زندگی شما آمده گذرا بوده و رفته از پدر و مادر و مسائلشون و زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد ازدواج و بعد با مردی که بچه هاتون از شما گرفته و بچه هاتون از شما دور کرده و بعد پاشدید آمدید امریکا که الان نمیدونم اصلا چه ضرورتی داشت ولی قبول آمدید اینجا. تازه اون من یه کشور دیگه زندگی میکردم آقای هلاکویی وسط صحبتتون. بعد با همین همسرم ما سالها همکار بودیم، اونجا که بودم توی دانشگاه تدریس میکردم و ما سالها همکار بودیم با هم و سالها هم با هم زندگی میکردیم. در واقع بعد که قبل از پندمی که کووید تصمیم گرفتیم که مثلا ایشون برای من کارهای منم درست کنن که من بتونم بیام که بر نگردم ایران، نخوام برگردم ایران، اینجوری شد که من اومدم امریکا و honestly الانم خیلی پشیمونم از اینکه اومدم. خواخه دقیقا موضوع من که درباره شما و زندگی و انتخاباتون چیزی نمیدونم عزیز، ولی شما یه آدمی هستید که یه اتفاقات فراوونی که معمولا تو زندگی آدم ها که از یه ثبات و قراری برخوردارن نمیفته همینجوری افتادید. 5-6 مورد چه گفت؟ ولی الان نشستید، شمایی که از این همه مراحل گذشتید حالا نشستید نگران آینده، هیچ آینده در تنها شدید یکی پیدا میکنید نشدن باش میسازید. وحشتتون از تنهایی چیه؟ یعنی مثلا تنهایی چی کار میکنه آدمو؟ صبح آدمای تنها مثلا یکی سعی میکنن چاقو بهشون میزنن، غذاشون رو برمیدارن، آب جوش روشون. آخ عزیز این که میترسم با یه مقدار همچی لغت خوب رایی نداره. خب نترسید، مثل که من بارها عرض کردم من برگردم میگم مورچه های خونه من ماره،
خب من میترسم تو خونه برم. ولی خب مورچه‌های خونه من که مار نیستن، شما یه دنیایی رو تصور کنید نیست. بعدم تازه مگر ما نمیتونیم یه راهی برای حل مسائل و مشکلات رو پیدا کنیم؟ داریم. تازه اصلا نشد تعاملش کنیم، قبولش کنیم. مثل خیلی‌ها که شما خودتون تو زندگی دیدید در یه شرایط وضعیت بدی هستن، ولی هر روز نیفتاده، اتفاق نیفتاده، من قراره اونجوری عمل کنم؟ من بیام الان تصور کنم که پایم که نشکسته شکسته، بعد حالا درست راه نرم یا نگران باشم پام میشکنه؟ آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. خب برای شما احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، خانمی باهاش صحبت کنید. ولی که این باورها و اعتقادات شما که واقعی نیست از ما، تو دنیایی هستیم که ما واقعیت ها زندگی، یه احتمالات هست. تازه نمیخوام حرف بد بزنم، ولی خودتون رو براش آماده کنید. شما یه زندگی به نظر من درب و داغونی داشتید، حالا چه اصرار دارید باید بمونید؟ آدم میمیره میره، بعد خودتون هم که این فرمید از مرگ نمیترسید. خب پس بنابراین خیلی که اوضاع تنگ شد، یا میرید یا خودتون تصمیم میگیرید خودتون را بمیرانید. آخه عزیز چی این دکون رو باز کردی و من سر کار گذاشتی؟ عاشق سینمای دکتر، ولی میدونی یکی از مسائل ترس من وقتی که چون اینجوری بهتون میگم شرط مالی زندگیمو باید خودم تامین کنم، بارها تصمیم گرفتم که از این شغل میام بیرون برگردم بتونم برم توی مدرسه کار کنم، تدریس کنم، چون مدرکم جوری هست که اینجا قبول کنم. و اینکه ولی هر چی فکر میکنم میبینم این اینکامی که من الان دارم، درآمدی که الان دارم، خب من میتونم هزینه های زندگیمو افورد کنم، برای همین نمیتونم از این کار بیام بیرون. و یکی از ترسای من بی پولی و لنگ موندن تو این کشوره. بعد بیا دوتایی بیا با هم دوتایی میریم یه بانکی میزنیم و از منم خوب نیست، دزدی میکنیم پول و پوله. آخه عزیز من چرا بیخوری دنیایی درست میکنید؟ من اگر دیدم یه شغلی دارم که درآمد داره جای دیگه ندارم، خب همونجا میشینم دیگه، چرا برم دنبال یه شغل دیگه؟ خب تموم شد. پس بنابراین چه دلیل داره که راجعش صحبت کنی؟ ببینید از شما تمام فکر و ذکرون میبرید سراغ چیزایی که نیست، اونو به صورت بدش. چیزایی هم که دارید رو که خودتونم به این نتیجه رسیدید که درست و غلط و خوب و بدش کدامه رو، اینها رو هم باز میبرید زیر سوال. خب من معلومه هرگز وقتی که فکر میکنم جای دیگه نمیتونم کار بکنم و درآمدی داشته باشم، مثلا برای چی فکر کنم که برم یه جای دیگه کار بکنم؟ من خدمتتون گفتم چون نوع کار شما و آگاهیاتون شاید یه مهارتهایی باشه که این همه فشار برخورد با آدمایی که مسئله و مشکل دارن کمتر باشه، درست مثل مورد تدریسی که گفتی. حالا ممکنه این تدریس اگر در نمیدونم شرایطتون دو جا انجام بدید یا اصلا هزینه ها رو مقدار کم کنید، شاید بتونید برید تو اون محیط و بعدم اونجا امیدوارم به چهار تا دوست خانم پیدا کنید که حداقل با هم باشید، نه اینکه اینقدر برای خودتون خود تنها برید. برای که بعد اینکه این حد شما بخواید از این میترسم از اون میترسم و نگران اینم و میخوام هیچ کس هم حسد نره دوربر شما باشه، برای که حالا حسده آدم رو سرم بریدید که منم بهتون گفتم یا بریم بانکو بزنیم یا شما یه فکری برای خودتون بکنید برای بودن و نبودن. بله آقای دکتر، سوالم این هست از خدمتون که دختر من که گفتم خدمتون کانادا هستش و ما برای چند سالی از هم دور بودیم و الان 2 سال تقریبا رابطه گرفتیم دوباره، وقتی که نیاز مالی داره یا وقتی که مشکل داره سراغ منو میگیره، در غیر این صورت یا وقتی 2 هفته 3 هفته 10 روز اصلا زنگ نمیزنه. خب معلومه که کاری نره با شما. من همیشه گفتم ما پدر مادرها مثل پمپ بنزینی، هر زمان که بچه ها بنزینشون تموم شد میان بنزین میزنن میرن، برای چی بمونه؟ با ما چی کار دارن؟ شما با اون زندگی که داشتید میگرد مثلا با شما راجبه چی صحبت کنه؟ اتفاقا بعدم هم نمیاد حرف نزنه، برای که با این رویه که شما دارید اون مختصر شور و شوقی هم که اون دختره میخواید ازش بگیرید درباره تنهایی و مرگ و بیپولی و اینا میخواید سخنرانی بفرمایید. ببینید اونو انتظار دارید اون دختر چگونه به این موضوع نگاه کنه؟ پدر و مادر من اشتباه کردن تو ازدواج، پدر و مادر من بعدن طلاق گرفتن، پدر و مادر من به جای اینکه سلامت ما و خوبی و خوشی ما مطرح باشه رفتن دنبال کار خودشون، حالا مقصر یکی اینه یا اونه یا همش یکیه و همون رو میشه فهمه. ولی حالا ما بهشون بگیم در این سن و سال که شباهتی مانند ما نداری توی جور یه زندگی میگوین، حالا شما با ما زنگ بزنید با ما راجع به چی صحبت بکنید؟ شما الان به بچه‌هاتون میگید ما راجع به چه نکته مشترکی داریم با هم راجع به حرف بزنیم؟
مسائل اجتماعی سیاسی خانوادگی راجب پدرت راجب من راجب دوستای دختری که تو داری. آخه میدونین عزیز ارتباط نیست اینکه به صرف اینکه ما پدر مادریم که سبب نمیشه حرفی برای گفتن شنیدن با هم داشته باشیم. هر دنیایی است که آدم ها مختلف و متفاوت و متنوع. بنابراین چرا من اون عرض کردم که ما پمپ بنزین بچه هاییم؟ هیچ انتظاری هم غیر از این نباید داشته باشیم. حالا اگر یه دقیقه قبلش هم با شما صحبت میکنن دو مقدمه چینی میکنن بعد میگن حالا پول بده، شما باید خدا رو شکر کنید که الان یه دقیقه هم مجانی با من حرف زد تا بعدا رسید به هدفش. بله فقط یه سوال من اینه که من باش مدام در تماس باشم یا اجازه بدم خودش هر وقت دوست داره با من تماس بگیره؟ شما هر زمانی که فکر میکنید نه شما هر زمانی که فکر میکنید با گفتگوی با او رو خوشحال میکنید این کارو بکنید روزی 500 دفعه. ولی شما قرار نیست فکر کنید که من چی میخوام یا درستش یا انتظارم کدومه. بله شما من میگید من باهاش صحبت میکنم یا مثلا قراری میتونید بگذارید یا فکر کنید بعد از اینکه باهاش صحبت کردید نوع صحبت و حرفتون طوری که او مایل بیشتر حرف بزنه ادامه بده. ولی نه اینکه اگر بعد از 5 دقیقه حرفش رو زد خواست بره بگید حالا 5 دقیقه نمیخوای بیشتر نکنید عزیز. ما تو دنیایی هستیم که در این چارچوب مطابق میل اونا عمل کنیم. چون ادامون هم اینه روزی که کسی رو دوست داری کاری میکنی که او دوست داره نه کاری که خودت دوست داری و یا درست میدونی. بنابراین تو این گونه موارد تکلیف روشنه. علاوه پدر و مادرهایی که همه گونه مواظب بچه‌هاشون بودن تازه با این موضوع روبرو میشن که اونا یه نسل دیگه یه گروه دیگه هستن. مثلا ما که فرض کنیم تو ایران متولد شدیم و بزرگ شدیم مثلا نمی‌فهمیم اینا کجا هستن. اون مثل ما این که تمام عمرمون تو خیابونا راه رفتیم حالا اونا اومدن افتادن تو اقیانوس امریکا یا کانادا و شنا میکنن. خب قواعد شکی نیست عزیز. کلیات طبیعت سر جاشه ولی اینکه ما انتظار داریم اونا مثل ما باشن که نیست. بله نه کاملا حرفتون درسته آقای دکتر. یعنی منم همین فکر رو میکنم و بهش هم میگم من از متوجه بشم که تو خوشحالی راحت زندگی میکنی هر جور که راحتی هر جور که دوست داری با من تماس بگیر هر وقت که دوست داری. ولی بعضی وقتا احساس میکنم که شاید یه چیزایی رو نمیگه یا اینکه نمیدونم یه حس نمیدونم شاید حس اشتباهیه. نه ازم حتما یه چیزایی رو به شما نمیگم اونو اصلا شاید نیست 100% نیست. خیلی از چیزای بزرگ و مهم هم میتونه باشه ولی آخه شما فکر کنه طرف صحبتش نیستی. شما توان گفتگو نری. من پدر و مادرهای نه یکی دوتا صد تا ای بسا بیش از 1000 تا جوانایی بودن که با پدر مادر یه جمله حرف نمیزدن میامدن تو دفتر من بلبل زبونی میکردن که من باید ساکتشون کنم بیرونشون کنم یا بعد از اینکه یه دفعه دو دفعه ما هم دیگر دیده بودیم تلفن میکرد که وقت میخواد. من میدونستم پدر و مادرش از نظر مالی براشون امکان نداره ولی اون اصرار داشت که بیاد منو ببینه بسا بیش از هفته یه دفعه. خب این علتش بود که ما میتونستیم با هم حرف بزنیم و با پدر مادرش نمیتونست اون حرفا رو بزنه براش فرقی نمیکرد فایده نداشت یا هر چیز دیگه. یعنی میخوام به شما بگم ما تو این گونه موارد انتخاب میکنیم. شما درست بس که تو خونه تصمیم میگیرید کدام برنامه تلویزیونی رو ببینید. خب شما احتمالاً اگر هر برنامه‌ای بخواید ببینید احتمال اینکه با دخترتون یکی باشه خیلی کمه. ای 20 تا برنامه است. شاید ظرف یه ماه. خب این تفاوت‌ها به وجود اومده اونم با فاصله‌ای که دارید تو جدا شدنش و بودنش توی کشور دیگه و اونم پدری که بچه‌ها رو برداشته و رفته و اینا اصلا شرایط آشفته‌ای داره. نتیجتا من شما همون حداقلی که به اون میدن رو میپذیریم گله و شکایتی هم نداریم. حتی همون مطلبی که اشاره کردی که تو هر وقت دلت خواست زنگ بزنی اینا رو یه دفعه میگیم نه هر روز که چون اون یه خودش بوی نارضایتی رو داره که من از ناراحت و ناراضی ام. خب بچه‌ها به اندازه کافی خودشون موضوع و مسئله و مشکل دارن. به ما که زنگ میزنن به خاطر اینکه فکر کنم اینجا یه پناهگاه یه نقطه امنه کسی اونا رو نوازششون میکنه کسی تاییدشون میکنه قضاوتشون نمیکنه کمکشون میکنه. بله برای چی مثلا این همه آدم به من یا به شما به عنوان پدر یا مادر زنگ میزنه؟ درست میفهمین آقای دکتر. مرسی از راهنماییتون آقای دکتر هولاکویی. مرسی که شما یه چیزی بگم شما همه این چیزا رو همه رو نصب کنید. شما همه این چیزا رو خودتون بلدید فقط دلتون میخواد بشنوید ولی دلتون میخواد عمل کنید. میدونید بله. باهوشتر و آگاهتر از این هستید
که ندونید دنیا چگونه است. یه جهانی درست کردن که میخوام مطمئن بشم آقای دکتر، میخوام مطمئن بشم کاری که میکنم درسته، متوجه منظور من؟ چون از بعد کاملا میدونم شما میخواید بعدن اگر یه روزی هم نکرده. خب معلومه برام تغییر بوده. خب دیگه به هر حال وقتی اینو میدونیم که دیگه باید متوجه باشیم که باید به نوع دیگری فکر کنیم، احساس کنیم، عمل کنیم. ببین عزیز، ما در دنیایی هستیم که درست مثل یه پرکاه توی طوفان گیر افتادیم که پایین و بالا میریم. بنابراین متاسفانه نقشی در آنچه که در اتفاق میفته اونقدر در جهان در زمینه مسائل مختلف نداریم. به همین جاست که حرف من همیشه این بوده که تمام موضوع زندگی و حتی هنر زندگی در اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خود شده. خب حالا من میخوام بشم قصه بخورم برای چیزی که نه فرقی میکنه نه اهمیتی داره، یا فرض کنید در جهت ارتباط با فرزندانتون، یا مسئله تنهایی و آینده و نمیدونم بی پولی و همین، یعنی مهم اینه که در درون من چه میگذره، برای که اونی که تعیین کننده است. من اینقدر آدم ها رو تو کار تراپی دیدم که در ظاهر یا امکاناتی که داشتن اصلا یه چیز فوق العاده بود همه گونه، ولی وقتی که میامدید میدید که در درونشون یه قوقا و یه طوفانی است که اصلا یه لحظه اونها رو آروم و راحت نمیگذاره. برای این مهم و مسئله اصلی و اساسی این زندگی درونی منه، این جهانی است که داره میگذره و من در چه حال و وضعیتی هستم، و این به مقدار زیادی انتخاب خود ماست. یعنی من همیشه عرض کردم من میتونم برم توی هتل و دنبال ظرفای آشغال میگردم، آخر کار با مثلا 62 تا ظرف آشغال میام بیرون، یا من میتونم برم توی هتل دنبال تابلوی یه جایی که مجسمه ای هست، یه چیزی هست که قشنگه، خب با 20 تای اونا میام بیرون. خب انتخاب ما تو زندگی همینه، میریم یه جایی آشغال جمع کنیم و ظرفای آشغال رو بشمانیم، یا میریم یه جایی چیزای خوب زیبای جالب رو پیدا کنیم. اینا انتخابای ماست عزیز. و بعد وقتی شما اون توضیحات رو میدید که من به این چیزا فکر کنم، من اصلا به این چیزا فکر نمی کنم. اولا ما یه زندگی کردیم به قول اون دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشیم، تا زمانی هم که هستیم هستیم، وقتی هم که رفتیم رفتیم دیگه، مثل بقیه خبری هم نیست، نه این ور خبری است نه هیچ خبری نیست. بنابراین همینه که قرار نیست که من و شما قدم نسبت به این چیزا حساسیت نشون بدیم. برای مواظب خودتون باشید. بدترین کار دنیا خیال کردنه، بدترین اعتیاد هستن اونه. دوم این که اگر بتونه آدم زندگیشو با کار خوب پر کنه، وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. با چند تا دوست دنبال ورزشتون برید، نه به خاطر ورزش سلامتی که طول عمرشون، نه به خاطر ظاهر و زیبایی خودتون ورزشتون رو برید، با چند تا دوست این ور اونور برید، کوشش کنید از یه چیزی که خیلی خوشبختانه در که این کشورها میشه بدون پرداخت هزینه باش خوب و خوش بود، از اونا بهره بگیرید. یعنی یک انتخابایی بکنید که کمتر از یه توکا و این رو هم بلدی، ولی بی خودی نشستن و این به نوعی زانوی غم به دست گرفتن و نگران آینده بودن هیچ چیزی رو حل نمی کنه. من هم میتونم به ده ها و صد ها چیزی که بد است و آزار دهنده است و اذیت کننده فکر کنم، ولی آخه وقتی کاری براش نمیشه کرد، وقتی یه مقدار بازیچه دست صدها عاملی هستیم که خیلی هاش خارج از کنترل ماست، نتیجتا ما اون قسمتی که به ما مربوطه رو به درستی انجام میدیم، بعدم شد شد نشد نشد. همین، در هر زمینه هم خیلی حساس نیستیم، طلبکارم نه از خودمون هستیم نه از دیگران. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، ممنون آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید.